أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا، بالهداية المرتضوية، وأتم لنا بالولاية الخيدرية، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المنتجبين حبيبنا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الكهف الحصين وغياث المغطر المستكين أنيسنا ومونسنا حبيبنا وطبيب نفوسنا مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومن لم يقر بولايتهم ومن غاصهم بغيرهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هدية محزر مقدس ومنبر محور عالم وجود
حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا جهت تأجیل در امر فرجشون اجماعاً صلواتی خط فرمود. جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منور آقا مولا الموالی آقا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام و این که انشاءالله خدای متعال ما را از دوستداران و شیعان حقیقی حضرتش قرار دهد صلوات دوم را به مولا علی خط بفرمایید. خداوند انشاءالله با لطف و کرمش قلبی سوزان و چشمی گریان در مصائب اهل البیت مخصوصا در مصائب آقا سید الشهدا به ما عنایت فرماید، حوائج این دست جمع من آسی برآورده به خیر گرداند، مردای این دست جمع، مردای سفارش شده، ملتمسین دعا، مردای از قاطبه شیعه و محبین آقا امیر المؤمنین عاجلاً معجلاً لباس عافیت بپوشاند، صلوات سوم را به بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مفصلی است در روایات شریفه اهل بیت عصمت و طهارت در باب این موضوع که اول مخلوق این عالم وجود پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اکرمن، اون افرادی که خدای متعال واسطه خلقت عالم قرار داده و واسطه نزول خیرات و برکات الهیان و چیزی در این عالم خلق نشده مگر اینکه اقرار کرده به ولایتشون. دینی که خدا برای ما قرار داده شامل سه مجموعه است، یکی اصول، یکی فروع و یکی ثمره اصول و فروع دین که اخلاق دینی ماست. اصول دین من و شما که از خدای متعال شروع بشه، ایمان به یگانگی خدای متعال، رسالت پیغمبر و در حقیقت ایمان به معاد الهی، که ایمان به امامت در رسالت پیغمبر توأم میشه و عدل الهی در همون مسئله توحید. لذا بعضی قائلن به این که اصول دین سه مرتبه بیشتر ندارد به این معناست، و حتی قائل به اینن که اصول دین یک مسئله بیشتر نیست، اونم توحیده، که رسالت و امامت و عدل الهی و معاد در توحید توأم میشه. بعد از اصول دین و اعتقاد به اصول دین که تمام بزرگان دین فتوا میدن که در اصول دین تقلید جایز نیست، یعنی هر کسی با عقل خودش، با درک خودش، با شرایط و امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده شخصا باید تو این مسائل اقدام کنه، خدا رو باید بشناسه، ایمان به پیغمبر، اهل بیت عصمت و طهارت، ایمان به این که خدای متعال عمل قبیح و ظلم انجام نمیده و ایمان به قیامت پیدا بکنه تا برسد به عبادت و فروع دین، که حالا که وارد وادی عبادت میشه بر اساس همون اصول اعتقادات باید عمل انجام بده، و در پایان اثری که این اصول اعتقادات و اصلی که فروع دین یا عبادات ظاهریه در وجود انسان قرار میده، اخلاق رو برای انسان میسازه، برخوردش، معاملاتش، صحبتهاش،
نظراتش، گوش دادنهاش، شنیدنیهاش، خوردنیهاش، با تمام اون مسائلی که هست. اگر کسی بتونه ایمان بیارد به معرفت به حضرت زهرا در اصول دین و دخالت حضرت زهرا سلام الله علیها در اصول دین، دیگه فروع اخلاق مسلم میشه. لذا اگر ما بتونیم ثابت کنیم که میتونیم چنین عملی انجام بدیم با او آیاتی که در اختیارمون هست و روایات اهل بیت عصمت و طهارت، حتی با استدلال در مسائل عقلی که حضرت زهرا در اصول دین من و شما دخالت دارد، یعنی نمیشه لا اله الا الله بگی بدون حضرت زهرا، نمیشه به عدل الهی ایمان آورد بدون معرفت به حضرت زهرا، قیامت و ایمان به قیامت بدون معرفت و شناخت حضرت زهرا امکان پذیر نیست، ولایت امیرالمؤمنین رو اقرار کردن بدون معرفت و حضرت زهرا معنا نداره. اگر بتونیم این امر رو در اصول دین ثابت کنیم، دیگه فروع و اخلاق مسلمه. یکی دو تا حدیث برای این بحث برای ما کافیه، اونم دو حدیثی که خاصه و عامه این احادیث رو نقل کردن. یه مقدمه خیلی مختصر عرض کنم تا برسم به حدیث. حدیثی که قابل استفاده است در این بحث، احادیث زیاد، حالا این حدیثی که من در نظر گرفتم، چون ذهبی از علما و بزرگان اهل خلاف این حدیث رو نقل میکنه، زمخشری در تفسیر خودش این حدیث رو نقل کرده، ابن حزام نقل میکنه، از بزرگان اهل خلاف مسلم میدونن این حدیث رو. حدیث چیه؟ که هی الصدیقة الکبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى، که بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبراست، که خودش بحثی دارد. صدیقه یعنی چه؟ چرا صدیقه کبرا؟ آیا این صدیقه کبرا در مقابل صدیقه صغراست؟ منظور چیه؟ تا برسد به این کلام که وعلا معرفتها دارت القرون الاولى. این نیاز به یک مقدمه دارد. من و شما برای این عالم وجود طبق قرآن و احادیث شریف اهل بیت عصمت و طهارت، پنج عالم رو متصور میشیم. یعنی اون پنج عالم مجزا با قواعد، با قالب‌های مجزایی که خدا خلق کرده، که از خود خدای متعال شروع میشه و به خودم خدای متعال برمیگرده، چون این قاعده کلیه است در این عالم که هر چیزی از خدا شروع میشه و به خدای متعال برمیگرده. اصول دین همینه، فروع دین و اخلاق هم همینه. اصول دین از توحید به خدا شروع میشه، به معاد ختم میشه. انا لله و انا الیه راجعون. این قاعده کلیه است. پنج عالم رو خدا خلق کرده که تمام اون چه که در این عالم هست باید این پنج مرحله و این پنج عالم رو در حقیقت پشت سر بگذاره. اول عالم، عالم نور یا عالم امر یا عالم روح یا عالم زر یا عالم علم و عقل و الواح، به تعابیر مختلف در روایت اومده که بین ما مشهور به عالم زر. دوم عالم، عالم رحم مادر، و سوم عالم دنیا، چهارم برزخ، پنجم قیامت. هر شیعی، یعنی هر مخلوقی از مخلوقات خدا، باید این پنج مرحله رو پشت سر بگذاره. قالب و ظرف اشیا فرق میکنه، در این که اشیا باید این مرحله رو بگذرونن جای شک و تردیدی نیست، که هر موجودی رو خدا در علم خودش خلق میکنه، بعد اجازه وجود و اجازه ظهور در عالم ظاهر رو میده با شرایط خودش، با مقدماتی باید وارد دنیا بشه، بعدش هم باید به اصل و اساس خودش برگرده. این فقط مخصوص انسان نیست. اذا الشمس کورت
و اذا النجوم انكدرت، خورشید، ماه، زمین، آسمان، هر چی که هست باید برگرده. این فرق میکنه با حشر و نشور، اشتباه نکنید. در اون عالم اول، عالم امر، خدای متعال نور اشیاء عالم رو خلق کرد. همه این حدیث رو شنیدید، نیاز به بحث اضافه نداره، حدیث حدیث مشهوریه. نسبت به چند چیز خدای متعال در عالم اول از من و شما اقرار گرفت. یکی نسبت به خود خدا، الستو بربکم قالو بلا، همه ایمان آوردن. عجیب روایت در این زمینه هست. نسبت به پیغمبر اکرم همه اقرار کردن. نور امیرالمؤمنین رو خدا ظاهر میکنه. به ولایت امیرالمؤمنین هم همه اشیاء در اون عالم بالا اقرار کردن. اجازه ورود به عالم دوم رو خدا به شیعی از اشیاء عالم نداده مگر نسبت به این سه مسئله اقرار کرده. یعنی هر چیزی رو که من و شما تو این عالم سوم که عالم دنیاست میبینیم، این نشون دهنده که تمام این اشیاء به ولایت امیرالمؤمنین اقرار کردن، به رسالت پیغمبر ایمان آوردند و به وحدانیت خدا لبیک گفتند. اما مشکل اینه که خود انسان، حالا تو بحث ما در باب انسانه، بعضی از انسان‌ها وقتی وارد دنیا شدن به تعبیر قرآن اصل و اساس خودشون رو فراموش کردن. طبق آیه شریفه قرآن که قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای من که اقرار به ولایت امیرالمؤمنین کردم تو اون عالم بالا، من که رسالت خدا رو قبول کردم، لمه حشرتنی اعما، چرا تو روز قیامت کوردل من رو وارد صحرای محشر کردی؟ خطاب میشه اون اقرار برای تو کافی نبود، قرار بود که اون نورانیت خودت رو حفظ بکنی. تو دار دنیا اومدی، قرار شد تو دار دنیام به اصل خودت اقرار کنی، به او ولایت و رسالت و توحید ایمان بیاری. ما هم عرضه کردیم تو دار دنیا، اما فنسیتها، تو خودت فراموش کردی، تو خودت ایمان نیوردی، با همین فطرت پاک وارد دنیا شدی، با همین نور و با اذن و اجازه ولایت امیرالمؤمنین وارد دنیا شدی، اما فنسیتها، حالا که خودت فراموش کردی و نخواستی، فکذالک الیوم تنسا. خرابش میکنن، از بینش میبرن، اگر نه با نور وارد میشه، با نورم زندگی میکنه، با همین نورم خدا اجازه خروج از این دنیا رو بهش میده. آیا فقط نسبت به همین سه مسئله ما اقرار کردیم؟ این حدیث شریف میگه نه، و علا معرفتها دارت القرون الاولا. یعنی یکی از مسائلی که در اون عالم اول نور من و شما بهش اقرار کرد، معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها است. کلام کلام ما نیست، کلام ثقه است، حدیث صحیح است، خاصه و عامم نقل کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها اون کسیه که در اون عالم اول، قرون الاولا، در اون عالم و عوالم اولی قبل از عالم دنیا، خدا به معرفت حضرت زهرا از من و شما اقرار گرفته. لذا رفقا نمیشه بگیم اشهد ان لا اله الا الله و حضرت زهرا درش دخیل نباشه. نمیشه شهادت به رسالت پیغمبر بدی بدون معرفت به حضرت زهرا. و علا معرفتها دارت، اصلا اون عالم و عوالم رو خدا به خاطر معرفت حضرت زهرا خلق کرده. نمیشه. یه مسئله یه که خیلی حدیث و روایت در این زمینه هست، مصداق بارزش حدیث شریف کساست. فکر میکنید بی خود این همه دشمن داره حدیث شریف کسا؟ رفقا کل دین ما حدیث کساست، یعنی کل دین رو میشه ازش در آورد. بیاد تو حدیث و کلام شریف آقا علی ابن مسردا که اینم خواسته و عامه نقل کردن.
در اون سفر آقا علی ابن موسی رضا حدیث سلسله الذهب، یعنی از آقا علی ابن موسی رضا، آقا علی ابن موسی رضا حدیث رو نقل میکنه اما میرسونه این حدیث رو به پیغمبر اکرم. فرزن از پدر این حدیث رو نقل کرده تا رسیده به علی ابن موسی رضا. لذا سلسله الذهب، معصوم پشت معصوم پشوانه این حدیث شریفه. تازه کی؟ پیغمبر فرماد تو معراج. معراج یکی از معجزات پیغمبر اکرمه که مختص پیغمبر اکرمم هست، که تو معراج یعنی بالاترین مقام و شأنیت ظاهری که در دنیا خدا برای پیغمبر قائل شد، که پیغمبر رو خدا باید به معراج ببره. دیگر انبیا رو خدا به معراج نبرده. تو یک چنین قضیه‌ای پیغمبر می‌فرماد رأیت مکتوبا على ساق العرش. عرش چیه؟ ما نمی‌فهمیم عرش یعنی چه، که الرحمن على العرش استوى. چه می‌دونیم عرش چیه؟ عرشی که وسعتش تمام عالم وجود رو گرفته. از آقا امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و ثنا سؤال شد آقا فاصله بین زمین و آسمان چقدره؟ حضرت فرمودن نه بین زمین و آسمان، این زمین آسمانی که من و شما میبینیم، یعنی طبقه اول زمین و طبقه اول آسمان. دیگه ما از هفت طبقه آسمان خبر نداریم، ما تو هبی آسمانش هم موندیم. دیگه از هفت طبقه زمین ما خبر نداریم، علوام و بزرگان ما تو همه طبقه‌ش هم موندن. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حضرت می‌فرماد از زمین شما تا آسمان اول فاصلش 500,000 ساله. سال یعنی چه؟ سه تا سال تا حالا ما داریم، یکی همین سالی که ما میشتسیم 365 روز. یه سال سال نوریه که هر دقیقش نمیدونم هر ثانیهش 300,000 ساله. یه سالم سال آخرتیه که هر یک روز آخره برابر با 50,000 سال دنیای ماست. حالا یعنی چه؟ 500,000 سال، سال دنیا، سال نوریه، سال آخرتیه، هر کدومش باشه قابل تصور نیست. او واویلاست. فاصله بین آسمان اول تا آسمان دوم 500,000 سال. همینطور برو تا برسی به عرش. میگه ما میتونیم بگیم یعنی چه؟ یه همچین عرشی رو مکتوبن علی ساق العرش، مکتوبن علی ساق العرش. ساق چیه؟ ساق رو حالا معنا کنیم کتیبه. این درگاه حسینیه و مسجد، اول چیزی که چشم ما رو به خودش جلب میکنه این کتیبه است. یعنی خدا زینت داده با این کلام کتیبه و عرش خودش رو، عرشی که الرحمن علی العرش استواها. یک چنین عرشی ها چی نوشته؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله، کلمه یعنی چه بماند؟ کسی که قائل بشه و ایمان به لا اله الا الله داشته باشه، خود خدا زینت داده و کلام کلام خدای متعاله، که حسنی، این حسن حسین من خداست. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این همونه ها، قالبش فرق میکنه. این حسن حسین منه، یعنی چه؟ خود حدیث معنا کرده امن من عذابی، این کسیه که در امان از عذاب الهیه، من خدا عذابش نمیکنم. چرا؟ لا اله الا الله گفته، من رو قبول کرده. اما همین نه، به شرطها و شروطها. آقا علی ابن موسی رضا فرمود شرط دارد، یعنی هر لا اله الا الله لا اله الا الله نیست،
هر اقراری اقرار نیست، اشهدو اشهدو، نه اقرار، اشهدو ان لا اله الا الله. شهادت فقط اقرار نیست، شهادت یعنی با تمام وجود قبولش کردن که پیغمبرش هم درش هست، که امامش هم درش هست، که معادم درش هست. لذا به شرطها و شروطها و انا من شروطها، من علی ابن موسی رضا شرطم. شرط در چی؟ در کلمت لا اله الا الله. شرط در امن من عذابی. شرط در داخل شدن در حسن حسین الهی. و انا من شروطها. آیا این انا من شروطها فقط علی ابن موسی رضاست؟ نه، این مشتی از خرواره که حضرت زهرا شاملشه. رسالت پیغمبرم همینه. رسالت پیغمبر چطور؟ یه حدیث دارد پیغمبر که این حدیث رو هم خواسته و عامه نقل کردن. دارد فاطمه تو ام ابیها. یعنی چه؟ ذهبی علیه ما علیه میگه این کلام دروغه. راستم میگه، چون نفهمیده این کلامو. یعنی چه فاطمه تو ام ابیها؟ کدوم تاریخی نوشته حضرت زهرا مادر پیغمبر اکرمه؟ معنای ظاهری نیست. ام 28 معنا داره در زبان عرب. هر معانی به درد حدیث نمیخوره. خود فهم حدیث هم دریاییه. حدیثنا صعب مستصعب. میگه هر کسی حدیث میفهمه، حدیث امام رضا رو باید خود امام رضا معنا کنه. قرآن رو باید خود اهل بیت معنا کنن. کی قرآن رو میفهمه؟ الا من خوطب به. لذا ما محتاج امام و پیغمبریم. لذا عقل هر چندم کامل بشه باز محتاجه، و بلکه محتاج تر میشه. یعنی چه فاطمه تو ام ابیها؟ یکی از معانی ام تاجه، تاج. فاطمه زهرا تاج سر من پیغمبره. اما اینم نمیخواد بگه پیغمبر تو این حدیث، با اینکه معنا درسته. ام اصل، اساس، ریشه است، کنه، اصل وجودی پیغمبر به خاطر بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کجا؟ تو حدیث شریف کسا، مصداقش هست. کیا تحت کسای پیغمبرن؟ از اول بخوام بگم بحث به درازا میکشه، میخوام زود جمعش کنم برم سراغ امامت. چرا پیغمبر تو خانه خودش حدیث کسا برش نازل نمیشه؟ یعنی آیه تطهیر تو خانه پیغمبر نازل نمیشه. پیغمبر یکی از افرادیه که آیه تطهیر برش صدق میکنه. شأنیت پیغمبر اکرم با آیه تطهیر ثابت میشه. اما رفقا، پیغمبر باید بلند شویات خانه حضرت زهرا، آیه تطهیر و حدیث کسا باید تو خانه حضرت زهرا نازل بشه. لذا کسا رو میاره حضرت زهرا، اما آقا رسول اکرم فرمود فقط طینی به. نه اینکه کسا رو به من بده تو رو دوشم بیندازم، نه زهرا جان، این کسا باید با دست تو رو دوش پیغمبر گذاشته بشه. فقط طینی به، ایتینی به کسا الیمانی، فقط طینی به. آقا امام حسن مجتبی وارد میشن، پیغمبر میفرماد ثمرت فؤادی. آقا امام حسین دومین نفریه که وارد میشن، شافع امتی. آقا امیر المؤمنین وارد میشن، انت اخی اخوت و وصیی وصایت و خلیفتی و صاحب لوائی. خب حضرت زهران فرمود کار به جایی رسید که دیگه من زهرا طاقت نیوردم. جمعی جمع بشه، پیغمبر و امیر المؤمنین و حسنین درش باشند و فاطمه زهرا نباشه، نه امکان ندارد.
اگه قرار بشه حضرت آدم نور ببینه، چهار نور دید حضرت آدم، نه یک نور. پنج میخ خدمت نوح آوردن. حضرت یونس چهار نور دید در شکم ماهی. چرا چهار نور؟ یه نور، نور سفید به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. دو تا نور دید به تعبیر روایت منطبق بر هم، دو نور زرد، پیغمبر و امیر المؤمنین. لن یفترقا حتی یردا، اونم با این دو اشاره، نه اینطور، با این دو انگشت. امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم نور زرد، آقا سید الشهدا نور قرمز، آقا امام حسن مجتبی نور سبز. یه نور نبود. لذا ببینید تو حدیث خطاب کرد خدای این انوار چه انواریه، نگفت این نور. یه نور نبود، چهار تا نور دید برای پنج نفر. میخای حضرت نوح هم همینه، پنج میخ وردن برای نوح که از هر میخی یه نور با یک رنگ خاص ساطع شد. حضرت زهرام فرمود من گوشه کسا رو بالا زدم، بابا جان اجازه میدید من وارد بشم؟ وارد شدن. بعد خود حضرت زهرا فرمود، دقت کنید تو کلام، همه اهل کلام و دقتید، فرمود فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا، فلم مکتملنا، وقتی که ما کامل شدیم با کی؟ و حضرت زهرا. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. چی دیدن؟ دیدن پیغمبر اکرم دل جلو را میره، مسیحیای بنی نجران، آقا امام حسن مجتبی سمت راست آقا پیغمبر اکرم، دست راست پیغمبر رو گرفته، آقا امام حسین دست چپ، امیر المؤمنین پشت سر پیغمبر، پشت سر امیر المؤمنین فاطمه زهرا. چرا؟ هم فاطمتو و ابوها. چی بگم؟ جمع کننده اهل بیته، هم فاطمتو و ابوها. ازا پیغمبر باید بیاد، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اما پیغمبر وجودش به خاطر امیر المؤمنین، ولولا علی لما خلقتک، اما ولولا فاطمه ولولا دیگه چی میخواد دیگه؟ ولولا فاطمه لما خلقتکما حصر. پیغمبری که لولاک لما خلقت الافلاک، همه چیز رو خدا خلق کرده به خاطر پیغمبر. انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا، اما و علا معرفتها دارت القرون الاولا. این تخصیص میزنه که معرفت تمام اهل بیت برمیگرده به شناخت حضرت زهرا. آیه تطهیر میاد، اما خدا وقتی میخواد پیغمبرش رو معرفی کنه نمیگه این رسول منه. امیر المؤمنین رو خدا میخواد معرفی کنه نمیگه این حجت منه. امام حسن و امام حسین دو گوشواره عرش الهیان، همه بالای سر، اما همشون باید به حضرت زهرا معرفی بشن. هم اینایی که شما میشناسید، اما باید به اسم حضرت زهرا بشناسید. هم فاطمت و ابوها. فاطمه رو که شما میشناسید، و علی معرفتها دارت القرون الاولا، همون فاطمه‌ای که به خاطر همین فاطمه شما به علی اقرار کردید، همین فاطمه‌ای که شما به خاطر همین فاطمه به رسالت پیغمبر ایمان آوردید، و علا معرفتها حصر هستن بزرگان و اساتید من تو مجلس،
و على معرفتها. لذا نمیشه. لذا رضا الله فی رضاها، مستقیما بدون واسطه رضایت خدا رو میخوای، تو دستت به خدا نمیرسه، تو رضایت حضرت زهرا رو جلب کن. نمیتونی ادعا کنی من خدا رو قبول دارم، رضا الله فی رضاها، و حضرت زهرا درش نباشه. فاطمه تو ام ابیها، امامت اهل بیتم همینه. بگه میشه امیر المؤمنینی و قبول داشت که حضرت زهرا در اشتخالت نداشته باشه؟ این حدیثیه که از امام صادق هست در یه مضمون مختلف. آقا امام حسن عسکری میفرماد، امام صادق فرموده تو کلامهای مختلف پیغمبر و امیر المؤمنین تو همین مضامین رو فرمودن که نحن حجج الله علی الخلق، نحن حجج الله علی الخلق، و حجت و امامی که خدا برای خلایق قرار داده ما اهل بیتیم، اما دارد نحن حجج الله علی الخلق و جدتنا فاطمه حجت علینا. ما اقرار میکنیم به ولایت امیر المؤمنین، اما حجت علینا به خدا قابل معنا نیست و قابل درک نیست. پیغمبر با اون عظمت، خلقت الافلاک، پیغمبری که اگر به رسالتش من و شما ایمان نیاریم وحدانیت خدا هیچ. اما چرا این پیغمبر باید خم بشه دست زهراش رو ببوسه؟ چی میخواد بگه؟ نمایشه؟ تعارفه؟ مبالغه است؟ که اینا همش یعنی دروغ. نعوذ بالله. این پیغمبری که ما قبول کردیم بی حساب نیست. پیغمبر در خانه خودش رو دست نگذاشته و بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بابا همه به پیغمبر برمیگردن دیگه. امیر المؤمنین ولایتش بعد از پیغمبره به حسب ظاهر. حضرت زهرا دختر همین پیغمبره. انا اعطینا کالکوثر. اما این همینه که انتم الاول والآخر والظاهر والباطن. امامت اهل بیتم گیر معرفت حضرت زهراست، قیامتمونم گیر حضرت زهراست، شفیعه صحرای محشر حضرت زهراست. دارد مفاتیح الجنان یا قصور الجنان تو بعضی روایات دارد، کلیدهای بهش به دست حضرت زهراست. داره دو قصر خدا برای حضرت زهرا قرار داده، یکی قصر به رنگ سفید، سفید حضرت زهرا. داره او قصرهای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر داخل قصر حضرت زهراست. یعنی چی؟ یعنی همون هم فاطمتو و ابوها. یعنی گویا یه قصر بزرگی هست که قصرهای اهل بیت عصمت و طهارت داخل این قصره. یه قصر بزرگ مال حضرت زهراست. او روایت مشهوری که خیلی عجیبه، این روایت که چطور حضرت زهرا وارد صحرای محشر میشن، چطور وارد بهش میشن، چطور حضرت زهرا از پل صراط عبور میکنن، با دوستداران حضرت زهرا خدا چه میکنه. اینا همش نشون دهنده مقام و منقبت بی بی فاطمه زهرا تو صحرای محشره. میگه میشه اعتقاد به معاد داشت بدون حضرت زهرا؟ این معرفت کلیه که از باب قرآن ثابت شده، آیه تطهیر که حضرت زهرا شاملشه و اول الامر منکم که حضرت زهرا رو شامل میشه
ولیت الله داره تو روایت شامل میشه، یه صدیقت الکبرا، یه صدیق خدا بیشتر ندارد، او امیر المؤمنینه، و یک صدیق خدا بیشتر ندارد، بی بی فاطمه زهرا. دنیا و آخرتمون گیر حضرت زهراست. تو بعضی روایت دارد آسمان مهریه حضرت زهراست، تو بعضی روایت دارد زمین مهریه حضرت زهراست، اما از این دوتا بالاتر دارد آب مهریه حضرت زهراست. چرا آب؟ ببینید قرآن آیاتی که در باب آب دارد چطور معنا میکنه و چطور در باب آب قرآن حرف میزنه. آب مهریه حضرت زهراست، مهریه در خدمت همسره و زنه، یعنی شوهر در مهریه زنش نمیتونه دخالت کنه، یعنی صاحب آب حضرت زهراست. آبی که و انزلنا من السماء الحوراء الانسیه، مال دنیا نیست، حضرت زهرا. و انزلنا من السماء، ما زهرا را از اون بالا آوردیم. اذا انا اعطیناک، تو به دست نیوردی، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو دادیم. این مال اینجا نیست. الحوراء الانسیه، حوریه‌ای در قالب انسان. انا بشر مثلكم یوحى الی، پیغمبرش هم همینه، امامش هم همینه. ما به واسطه آب شما رو پاک کردیم، آبی که در اختیار حضرت زهراست، یعنی ما به واسطه محبت حضرت زهرا شما رو پاک میکنیم. لیطهرکم به، ببینید تو مسائل شرعی هم همینه ها، تنها چیزی که مطلقا پاک کننده است و هر شیء نجس و آلوده ای رو میشه باش پاک کرد آبه. زمین میتونه پاک کننده باشه اما شرط داره. آفتاب پاک کننده هست اما شرط داره، هر چیزی رو آفتاب نمیتونه پاک کنه. باد اشیاء نجس رو میتونه پاک کنه اما شرط داره. اما تنها چیزی که شرط نداره آبه، اونم آب مطلق ها، آبی که هیچ اضافه ای درش نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و انزلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای رو از آب قرار دادیم، آبی که مهریه حضرت زهراست ها، یعنی هر چیز زنده ای به حضرت زهرا برمیگرده، اون نفس کشیدن و حیاتش در اختیار حضرت زهراست. این قرآن ها، حرف من نیست ها. آب مهریه حضرت زهرا، کی در شک دارد؟ قرآنه. این حدیث رو با این آیه بذار کنار هم، اینو علم امروز ثابت کرده ها، که آب شیئی در این عالم نیست که آب درش هست، یک، و شیئی در این عالم نیست که محتاج آب نباشه. خورشیدم محتاج آبه، اگر نه نابود میشه. هر شیء زندهی به خاطر آبه. 70% بدن من و شما آبه، یعنی محبت حضرت زهرا تو وجود ما هست، خرابش نکن، از بینش نبر. هست. کل مولود یولد علی الفطره، اگر نه نبودیم تو دار دنیا، یعنی سند جواز ورود ما به دار دنیا معرفت حضرت زهراست، و او چیزی که برای خارج شدن از دنیام از من شما میخوان همین معرفته. که با حضرت زهرا چه کردی؟ چکار کردی؟ لذا نه به خود حضرت زهرا، کافی من و شما اسم حضرت زهرا رو بی ادبانه بر زبان جاری کنیم. این چیزیه که تمام بزرگان شیعه بهش فتوا دادن،
که احترام قرآن و اسامی خدا و اسامی اهل بیت از جمله سفارش میکنند و قید میکنند در رسائل عملیه که از جمله اسامی حضرت زهرا قابل احترامه. حق دست نجس زدن به اسم حضرت زهرا رو نداری، بی احترامی کردن به نام حضرت زهرا رو حق نداری. حالا به چادر حضرت زهرا اهانت بشه و خدا ببخشه، نمیشه. نمیشه. همون ان اللهی که یرضا لرضاها و یسخط لسخطها، اوورش هم هست. اگه قرار ما وارد بهش بشیم امضای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو بخواد، جهنم هم امضای حضرت زهرا رو میخواد. لذا دارد وقتی از پل صراط بی بی فاطمه زهرا میان عبور بکنن، تعبیر روایت اینه که لباسی به تن حضرت زهراست که از این لباس یه تارهایی، به قول ما یه ریسمانهای، یه نخهای آویزانه. سؤال شد از آقا امام صادق که آقا یعنی چه این چه لباسیه به تن حضرت زهرا؟ حضرت فرمودن کسی از پل صراط عبور نمی کنه مگر یکی از این ریسمانها رو گرفته باشه. من سقاکم به حب فاطمه، من اطعمکم به حب، این همینه ها، این محبت رو خدا میخواد. پل صراط ها که دیگه هیچی جز معرفت اهل بیت به دردش نمیخوره. خانه قبل نیست که بعضی از اعمال به درد بخوره، اینجا دیگه پل صراطه. حضرت زهرایی که وارد صحرای محشر میشه، ببینید روایات رو، پیغمبر فرماد من هستم، امیر المؤمنین هست، تمام اوصیا و اولیای الهی هستند، منبرهای از نور نصب کنند. با چه مقام و منزلتی پیغمبر و امیر المؤمنین وارد صحرای محشر میشن؟ اهل محشر اونایی که ولایت امیر المؤمنین رو دارن خطاب میکنن، تو پیغمبر و امیر المؤمنین رو میبینن، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اما ونادا مناد این بنت محمد، ای دختر پیغمبر کجاست؟ پیغمبر هست، امیرالمؤمنین هست، تمام اولیا و انبیا هستند، اما این بنت محمد، زهرا باید بیاد. همه کاری صحرای محشر فاطمه زهراست. حالا اونجایی که داره 12,000 حورالعین به استقبال میرن، 70,000 ملک چه میکنن؟ سوار اسب پیغمبره، نمیدونم زین این اسب چطور، افسار این اسب چطور، با چه مقام و منزلتی قبلش صدا میزنن تقطعوا رؤوسکم، سرها رو پایین بیندازید، زهراست. اینی که امام صادق میفرماد داغی رو تو کوچه بنی هاشم به دل ما گذاشتن، اینجا معلوم میشه تقطعوا رؤوسکم، یا دارد وکسوا رؤوسکم، بندازید سرها رو پایین. که پیغمبر میفرماد جز من پیغمبر، امیر المؤمنین، امامان معصوم و جز حضرت ابراهیم هیچ کس در صحرای محشر قد و قامت زهرا رو نمیبینه. نه اینکه نمیخواد، نمیتونه ببینه. بابا این ناموس خداست. لذا فقط چشم بستن کافی نیست، وکسور و اوسکم، سراتونم پایین بیندازید، فقط میشنون. حضرت زهرا میاد، چه منبری براش بیان میکنن، بعد خدا خطاب میکنه زهرا جون چی میخوای؟ بسم الله، بسم الله، این صحرای محشر در اختیارت، خواسته تو چیه؟ خطاب میشه یا الهی و ربی و سیدی و مولای، این فرخای، او دوتا گوشواره من کجا؟ حسن و حسین رو میخوام. زهرا جان،
حسن و حسینت قرار با یک حالتی وارد صحرای محشر بشن اینو من میگم ها، که شاید تو یه زهرا طاقتش رو نداشته باشی. خدای من میخوام ببینم، من میخوام ببینم، چون با دشمنان حسن و حسینم کار دارم. اخو وقتی که پیغمبر میفرماد، میگن بگید حسن و حسین وارد صحرای محشر بشن، آقا امام حسن رو به اسم صاحب الطشت ما میشناسیم. ملکی میاد اول یه طشت به دستشه، معلومه چرا. بذارید بریم قبرستان بقیم. امام حسینم میاد، این دیگه مال امروز نیست، که چطور امام حسین وارد صحرای محشر میشه. اما همین که امام حسین با او حالت قتلگاهی وارد صحرای محشر میشه و تشحق و شحقتن، چنان سیهی میزنه حضرت زهرا که جهنم شعله ور میشه، که خطاب میشه جبرائیل آرام کن آتش جهنم رو که تمام صحرای محشر رو الان در خودش میبله. بعد خطاب میشه خدای کیا ای بلا رو به سر حسن و حسین من آوردن، حالا وقتشه. رفقا امام زمان تو دار دنیا تقاصفس میگیره، اما کافی نیست، چون عذاب دنیا کافی نیست. این بدنهای این دونا نجیب رو آقا امام زمان ذره ذره میکنه و در آتش میسوزونه، اما کافی نیست، باید تو صحرای محشرم بیان. یعنی زهرا همه کار است، شفیعه صحرای محشره، اما بالحسین، شفاعت حضرت زهران با حسینه. بذارید امشب اینطور وارد مصیبت بشم. تو روایت داره پیغمبر دو جای بدن فاطمش رو بوسیده. چرا؟ یه چند تا شاهد میارم که این بوسه ها یعنی چه، تا برسیم به پیغمبر اکرم. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا. قربونه دلای آمادت برم، این مصیبت دیگه نمیخوادی دلا. آقا امام صادق میفرماد شیعان ما او افرادی هن که کافیه اسم ما رو قابلشون ببرید. الصدیقة الشهیدة المكسورة والأغاية المقتول ولدها المظلوم بعلها. سه شبان روز از ازدواج بیبی فاطمه گذشته، سنت پیغمبر اینه بعد از سه شبان روز مادر عروسی ده بزرگان رو جمع کرد، میبرن خانه عروس، اما ببیرن بیبی فاطمه که مادر ندار. خود پیغمبر بلند شدن، بیاید بریم به زیارت فاطمه زهرا. اومدن دقل باب کردن، بیبی فاطمه به پشت در رو باز کردن. خیلی مفصل روایت، نمیخوام قضیه و داستان بگم، میخوام مصیبت برات بخونم.
یه وقت دیدن حب و لباس کهنه و مستدار رو فاطمه پوشیده، زهرا جان انو زود لباس عروسی رو کنار بگذاری، چرا لباس تو عوض کردی؟ بابا فقیری به در به منزل اومد، دو تا لباس بیشتر نداشتم، شما خودتون فرموده بودید مؤمنون کسیه که بهترین ها رو در راه خدا ببخشه. منم لباس عروسی مدادم، این لباس پون کهنه رو برا خودم نگه داشتم. رفقا اینجا جاییه که دارد فاطمه به میرم خم شده، پیغمبر سینه فاطمه رو بوزیده، اینجا جاییه که دارد بیبی فاطمه وارد حجره شدن نشستن، پیغمبر مقابل زهرا نشست، دست زهراش رو گرفت روی صورت قرار داد، سه مرتبه صدا زد فدا امو، ای امو دستیه که پیغمبر بوسیده. بذار بگم این بوسه های پیغمبر یعنی چه. دیدن پیغمبر لبان امام حسن مجتبی رو بوسید، بعدن معلوم شد این لبعا همون لبعاییه که پاره های شگه. وقتی حسین رو دادن به نزد پیغمبر، دیدن پیغمبر پیشانی حسین رو دستان حسینش رو بوسی، فرق حسینش رو بوسی، بین انگشتای حسینش رو بوسی، انگشت پای حسینش رو بوسید، توی کلام بگم تمام بدن حسینش رو بوسید. کربلا معلوم شد این بوسه یعنی چه. آقا ابوالفضل رو دادن به دست امیرالمومنین، دیدن فرق عباسش رو بوسید، آی بمیرم چشم عباسش رو بوسید، از انگوش تا گدو عباسش رو بوسید. تو کربلا معلوم شد که ای عباس اون عباسیه که باید عمود به فرقش بدونه، ای جای تیرست جامعه پیغمبر دو جای بدنش فاطمه رو بوسیده. بخوام بازش کنم سادات طاقت ندارن و فقط اشاره میکنن. رفقا همه شنیدید درب منزل رو آتش زدن، خودش نامه نوشت در که نیم سوخته شد، یعنی نیمی از این در سوخته، میخ این در از در خارج شده، فاطمه کجاست بین در و دیوار؟ علامه امینی میفرماد فقط این میخ میخ نبود، ببینین آتش با این میخ چه کرده، همه سه مرتبه یا زهرا. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. یه دعا بیشتر ندارم، نمیدونم چقدر دل توی مصیبت شکسته. رفقا مرهمش به دست امام زمانمونه، آقا بون باید بیام. هر قد دلت تو این مصیبت شکسته، دست تو از شانه‌ات بالاتر قرار بده، پنج مرتبه با تمام وجودت از آقا بقا بیا، آقا نه به خاطر من، به خاطر مادرت فاطمه، پنج مرتبه همه با هم با آل توجه با اشک چشم هر قد دلت سوخته. اللهم عجل، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل، اللهم
اللهم عجل لمليك، اللهم وتقبل منا هذا المقام وهذا القليل بقبول الحسن بحرمة محمد وآل محمد.